واشنگتن تایمز 4 نوامبر 2013. رئیس جمهور اوباما: 7 گروگان اشرفی را آزاد کنید. مالکی باید به خاطر قتل عام حسابرسی شود. 65 روز از اعتصاب غذای صدها تن در لیبرتی، برلین، ژنو، لندن، اتاوا و ملبورن می گذرد. نامه 6 سناتور ارشد ایالات متحده به اوباما همزمان با دیدار مالکی. حملات علیه ساکنان کمپ اشرف در عراق سزاوار سرزنش است، به ویژه به خاطر اینکه عراق برای حفاظت از آنان متعهد شده بود. مالکی بایستی بفهمد که چنین اعمالی باید متوقف شود. نامه 45 نماینده کنگره به پرزیدنت اوباما: یک گزارش مستقل مسئولیت دولت عراق در قتل عام را نشان می دهد. در یک نامه مشترک به رئیس جمهور اوباما، سناتورها جان مککین، کارل لوین، جیمز اینهوف، رابرت منندز، باب کورکر و لینزی گراهام اعلام کردند حملات علیه ساکنان اشرف در عراق سزاوار سرزنش است، به ویژه به خاطر اینکه عراق برای حفاظت از آنان متعهد شده بود. مالکی بایستی بفهمد چنین اعمالی باید متوقف شود. 45 نماینده کنگره نیز به رئیس جمهور اوباما نوشتند: نشانه های نگران کننده ای از همکاری دولت عراق در این حملات وجود دارد، در صورتی که خودش دخالت مستقیم هم در این حملات نداشته باشد. ما باید در مسئول شناختن دولت عراق در این موارد بهتر از این عمل کنیم. باید عواقب سخت و واقعی را برای عدم حفاظت از این ساکنان غیر مسلح و بیگناه مد نظر قرار دهیم. یک گزارش مستقل مسئولیت دولت عراق را در قتل عام اشرف نشان می دهد. بنابر تحقیقات انجام گرفته توسط یک وکیل حقوق بشر مستقر در واشنگتن، دولت عراق در حمله وحشیانه اول سپتامبر که در آن مردان مسلح ظاهراً از سلاح‌های آمریکایی استفاده کردند، همدست بود. انتشار این گزارش همزمان با دیدار نوری مالکی از واشنگتن صورت گرفت. وکیل و محقق برجسته جرد گنزر در این گزارش گفت: به معنای واقعی کلمه دقیقاً همان افرادی که ما آموزش دادیم از سلاح‌هایی که ما به آنها دادیم استفاده کرده تا مرتکب جنایت علیه بشریت در عراق شوند. او اضافه کرد: هیچ مدرک دیگری وجود ندارد که کسی بجز دولت عراق درگیر این حمله بوده است. 65 روز از اعتصاب غذای صدها تن در لیبرتی، برلین، ژنو، لندن، اتاوا و ملبورن می گذرد. آنها خواهان آزادی بیدرنگ 7 گروگان روبوده شده از اشرف و تضمین امنیت ساکنان لیبرتی توسط سازمان ملل هستند.